مجید وفادار آهنگساز و نوازنده شهیر ویولون بود. او در سال 1291 در تهران دیده به جهان گشود. او فرزند میرزا محمد وفادار بود که استاد ادبیات بود و مدرس ادبیات در مدرسه تهران، و پدر او علاقمند به موسیقی بود و با موسیقیدانان معاصر و طراز اول حشر و نشر داشت. به همین دلیل مجید وفادار تونست به مکتب رضا محجوبی راه پیدا کنه و شاگرد او باشه. همچنین از تعلیمات حسین اسماعیل‌زاده و علی اکبرخان شهنازی بی نصیب نبود و در انجمن موسیقی نزد روح الله خالقی نوت‌خوانی و سولفژ و تئوری موسیقی آموخت. برادر او حمید وفادار هم نوازنده سنتور بود که در رادیو گاهی با هم دیگه همراهی و هم نوازی داشتند. او پس از آموزش مقدماتی و یادگیری ساز به انجمن موسیقی راه پیدا کرد و در اونجا ویولون نواخت و در ارکستری که در سال 1120 برگزار شده بود مورد تشویق و بوسه مهر علی‌نبی وزیری قرار گرفت. او تا سال 1339 نوازندگی و آهنگسازی و رهبری ارکستر شماره 3 رادیو رو عهده‌دار بود. او همچنین سرپرست گروه موسیقی رادیو به نام ارکستر وفادار متعلق به گروه موسیقی شماره 2 و 6 رادیو بود. او حدود 300 تا 400 قطعه موسیقی ساخته و بخشی از اونها برای موسیقی فیلم و تئاتر استفاده شده. اولین تجربه خوانندگی او که آخرین تجربه خوانندگی او هم بود و تجربه ناموفقی بود و روی یکی از آهنگ‌های علی اکبرخان شهنازی صورت گرفت با نوازندگی ابراهیم منصوری و پیانوی حسین استوار. از قطعات بسیار معروف موسیقی ایرانی که تا امروز هم شنیده میشه و خوانده میشه و میشه گفت در حافظه تاریخی موسیقی مردم ایران زمین نشسته، آثار بسیاری هست که از جمله اونها قطعه مرابه بوس با شعر حیدر رقابی متخلص به حاله هست که با صدای حسین گلنراقی شنیده شد در دستگاه اصفهان. تصنیف ای شب جدایی که چون روزم سیاهی با شعر رهی معیری و با صدای زلی که بعدها توسط روح بخش و بنان هم اجرا شده و اشتهار بسیار زیادی داره اولین کار وفادار به شمار بره. تصنیف گلنار که امروز اون رو خواهیم نواخت با صدای داروش رفیعی در دشتی، جام طلا با صدای دلکش در ابو عطا، گل اومد بهار اومد با شعر بیژن ترقی و صدای پوران در سگاه، به سوی تو با شعر عبدالله فاطمی و صدای کوروش سرهنگزاده و داریوش رفیعی و مهران زاهدی در دشتی، شب جدایی باز در مایه دشتی با صدای حسین قوامی که به افاقده ای هم گفته می شد، آهنگ زهره با شعر جهانگیر تفضلی و صدای داریوش رفیعی در سگاه، بنده عشق در دستگاه شور با صدای دلکش، آمدم در دستگاه شور با صدای بانو دلکش، دوست در بیات اصفهان با صدای فاخته یا حسین قوامی، من آینه در بیات اصفهان با صدای دلکش، شمع شبانه با شعر رحیم معینی کرمانشاهی و صدای داریوش رفیعی در بیات ترک، منتظرت بودم یا شب انتظار با صدای داریوش رفیعی از مشهورترین آثار اوست. او سرانجام در سال 1354 9 اسفند ماه در تهران درگذشت و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.